وقتی اقتصاد آلمان شرقی تحت مدیریت هوشمندانه شوروی به تمام اهدافش رسید و به طور کامل شکوفا شد، دولت‌های حسود غربی شروع کردن به گول زدن مردم آلمان شرقی و یه تعداد معدودی مثل گرازهای فه شروع کردن به فرار کردن از کشور. دولت آلمان شرقی خیلی بهش برخورد، اصلا تو خودش شکست. شوروی اومد دست کشید رو سرش و گفت آی 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 قلبت شکسته، آخ 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 تنها موندی، غمخواری نداری. چند تا از جنرالای مهربون روس پیشنهاد دادن که دور تا دور برلین رو یه دیوار مهربونی 4 متری بکشن که دیگه این ازگلا، همون گرازهای سابق، در نرن. ساخت دیوار رو دادن به شرکت ضخیم سازه شرق که 20% شتیل، ببخشید، هزینه همیاری مستقیم میداد به شوروی و 10% هم همیاری غیر مستقیم به دولت آلمان شرقی. وزارت گلکاری و تپه های زیبا هم واسه اینکه فرهنگ سازی بکنه، داد روی سرتاسر دیوار نوشتن اگه داری رد شو، اگه نداری بمون. منظورشون کرم بود البته، از این کرم توپولا. اون دسته از آلمانیا که داشتن رد شدن رفتن، باقیشون هم تیر خوردن، به تیر غیب گرفتار شدن و مردن. اونایی هم که نداشتن یا کم داشتن یا داشته هاشون رو کشیده بودن، نشستن ببینن چی میشه دیگه. این وسط یه سری دیگه از جنرالای روس دیدن تو این کار خیر سرشون بیکلا مونده، گفتن آقا این چه دیواریه، آلمانیا شاسهشون بلنده، میپرن میرن، باید بالاش سیم خاردار بکشین حتما. تازه اگه باز از دیوار خاردار خوششون نیاد و نپرن از روش. بعد یه شرکت ثبت کردن به اسم خاردار گستر شرق و روی کل 150 کیلومتر دیوار رو سیم خاردار کشیدن. دولت شوروی بعد از تکمیل دیوار خودش قاچاق انسان به اون طرف دیوار رو گرفت دستش و یه مایه توپلی از اون طرف وازد به جیب. اینطوری که یه شرکت پیمانکاری پوششی زد به اسم تهیه غذای مامان آندریاس کوپکه که توی دیگ مسی آدم میپروند آلمان غربی با دورچین جعفری و پیاز حلقه‌ای. 28 سال بعد که باز اوضاع پولی شوروی به صفر کلوین نزدیک شد، ژنرال‌های روس توی مسکو جلسه کردن و گفتن آخه چیکار کنیم یه دوزار کاسب شیم. تصمیم گرفتن آخرین نونم بکشن ته آلمان شرقی و بزنن دیوارو خراب. دیگه شرکت مرکت هم بیخیال شدن و مستقیم کار دادن به اوس الکساندر دوم که زد دیوار خراب کرد و حق حسابشون هم شبا کرد براشون. مردم آلمان شرقی خیلی از این حرکت ناراحت شدن، با پتک و میله گرد و چوب و چیزای مصنوعی ریختن تو خیابون و یه سپر انسانی تشکیل دادن جلوی دیوار. آخرش هم روسا زدن دیوار رو ترکوندن و تیکه‌هاش هم دادن به موزه ها و یه مقداری هم گذاشتن بمونه برای عکس گرفتن این توریستای ندید بدی. وقتی هم که دیگه اون دیوار و حرمتا بین دو آلمان فرو ریخت و از بین رفت، دیگه رفتن تو هم و بوجی بوجی متحد شدن و یه سری کثافتکاری‌های تاریخی انجام دادن که اینجا خانواده نشسته، بعدا براتون میگم.